سلام، مهندس فرید نیا هستم از آموزشگاه معماری پایدار. در این قسمت سعی دارم انواع تصاویر سه‌بعدی رو، اهم از تصاویر پارالاین یا موازی به نام آکسونومتریک مشهور هستن و یا تصاویر اوبلیک و همچنین پرسپکتیو تک نقطه‌ای و دو نقطه‌ای رو به شما آموزش بدم. بچه ها، خیلی وقتا من از شما سوال میپرسم اگر از نوع جنس نسبت به محور افق زاویه 45-45 بسازن نام اون تصویر چیه؟ همه تون میگین ایزومتریکه یا دیمتریکه. پس امروز سعی دارم این تصاویر رو به طور کامل بهتون آموزش بدم. اول اینها رو به صورت تیتوار براتون میخونم، چون ممکنه شما با این تصاویر آشنا باشید و یکی دو مورد براتون مشکل باشه، ولی بعداً دونه دونه اینا رو براتون ترسیم میکنم، پس با من همراه باشید. در تصاویر موازی یا پارالاین که بهشون آکسونومتریک هم گفته میشه، خطوط دو به دو با هم دیگه، خطوط جسم سه‌بعدی ما دو به دو با هم موازی هستن. خود تصاویر آکسونومتریک به سه دسته تصاویر ایزومتریک، دیمتریک و تریمتریک تقسیم میشن. در تصاویر ایزومتریک بچه ها ما میبینیم که از لاجس روی محور X با محور افق زاویه 30 درجه و در محور Y نسبت به محور افق هم زاویه 30 درجه می سازن و محور Z هم کاملا بر محور افقی عمودی هست. پس اگر ما دو تا زاویه CC داشته باشیم، در این صورت پرسپکتیو جسم ما به نام ایزومتریک نامیده میشه. در این صورت بچه ها زاویه که بین محور Z و محور X تشکیل میشه، زاویه که بین محور عمودی Z و محور Y تشکیل میشه، برابر با 120 درجه و با هم مساوی هستن و فقط ابعاد جسم ترسیمی 18% بزرگتر از اندازه واقعی دیده میشه و طول اضلاع در راستای محورهای X, Y و Z برابر با اندازه واقعیه. یعنی اگر ما جسم خودمون رو مثلا ضلع OA بر روی محور OX ترسیم بکنیم، ضلع OA هر اندازه‌ای داشته باشه، مثلا 2 سانت باشه، بر روی محور OX که با محور افق زاویه 30 درجه ساخته، همون 2 سانتی متر رو براش لحاظ میکنیم. این نوع از تصاویر خطوط دو به دو با هم موازی هستن و برای اینکه شروع به ترسیم تصاویر ایزومتریک بکنیم، نیاز داریم به این که یک خط افقی رو ترسیم بکنیم. یکی از اضلاع این گونیاتون رو میتونید بر کادر عمودی کاغذ منطبق بکنید و به این ترتیب شروع بکنیم به ترسیم خط افق برای این که زاویه بین محورهای X و Y رو نسبت به اون تنظیم بکنیم. یک نقطه به عنوان نقطه O در نظر میگیریم. سعی بکنید بچه ها این یکی خط گونیاتون رو تغییر ندید. برای ترسیم تصاویر ایزومتریک ما نیاز داریم به یک گونیای 360. این زاویه برابر با 30 درجه هست، این زاویه برابر با 60 درجه هست و این خط بعد کاملا منطبق بر این گونیا باشه. به این ترتیب از اینجا شروع میکنیم یک زاویه ترسیم میکنیم، این رو برمیگردونید، دوباره همین زاویه 30 درجه در این قسمت قرار داده بشه، اینجا کاملا منطبق هست. زاویه دوم رو ترسیم میکنیم که هر دوی این زاویه ها برابر هستند با 30 درجه. در تصاویر ایزومتریک ما زاویه 30 درجه رو برای محورهای X و Y داریم و همیشه در این نوع تصاویر محور Z بر خط افق یا هوریزن لاین عمود هست. پس این گونیای خودتون رو دوباره منطبق بر این خط قرار میدید و شروع میکنیم به ترسیم خط عمودی ما. خط عمود به این ترتیب رو محور Z هم ترسیم خواهد شد.
یک نکته ای رو الان باید بر شما توضیح بدم. بچه ها ما اینجا یک زاویه‌ای برابر با 180 درجه داریم، درسته؟ اینجا زاویه‌ای که ترسیم میشه برابر هست با 180 درجه. این زاویه 180 درجه مسلماً یک زاویه 60 درجه اینجا باقی خواهد ماند و فضایی که ما بین این دوتا زاویه خواهیم داشت بین محور Y و X، زاویه‌ای که بین این دو محور تشکیل میشه برابر با 120 درجه هست. این زاویه، درسته؟ این زاویه برابر هست با 120 درجه و همینطور که خودتون میدونید همیشه محور Z بر خط افق عمود هست و این زاویه‌ای که ما داریم برابر هستش با 90 درجه. یعنی محور Z همیشه بر خط افق عمود هست، زاویه X و Y نسبت به خط افق برابر با 30 درجه هست، زاویه بین محور X و Y برابر با 120 درجه هست. به همین دلیل ما میبینیم که ابعاد جسم ترسیمی حدود 18% بزرگتر هستند از اندازه واقعی جسم. اینجا ابعاد جسم ترسیمی 18% بزرگتر از اندازه واقعی جسم خواهد بود. ما اینجا یک جسم داشته باشیم که A, B, C, D به نسبت 3:2 باشه و حالا ارتفاع هم برابر با 4 واحد در نظر بگیریم. میخوایم ببینیم چطوری میتونیم تصویر ایزومتریک این جسم رو ترسیم بکنیم. در تصاویر ایزومتریک باید به این نکته توجه بکنید که طول اضلاع در راستای محورهای X و Y برابر با اندازه واقعی جسم. یعنی اگر AB برابر با 3 واحد هست، شما اینجا هم 3 واحد جدا میکنید. اگر AD برابر با 2 واحد هست، شما اینجا هم 2 واحد جدا میکنید. یعنی به این ترتیب A, B و D به دست میان. حالا برای ترسیم از نوع موازی با اینها حتما دوباره خطکش خودتون رو بر این از لا منطبق بکنید تا کاملا افقی باشه. بعد نگاه کنید الان این خط کاملا منطبق بر اینه، اینجا حرکت میدید و میایید و بر نقطه B که میخواید خط دوم رو ترسیم بکنید. برای اینکه بتونیم اون یکی زاویه 30 درجه رو داشته باشیم، مسلما اینو برمیگردونیم اینجا، میاریم در این قسمت و ببینید کاملا موازی با این خط شروع میکنیم از نقطه D هم خط بعدی رو ترسیم میکنیم. اگه بخوای اینها رو به صورت خطچین داشته باشیم و تقسیم بندی های پلان خودتون رو روی نما یا جداره های پیرامونی هم اعمال بکنید، میتونید خطوط اینها رو هم منتقل بکنید. در این قسمت از نقطه B وقتی که خطکش شما کاملا منطبق بر اینجا هست، این رو منطبق میکنید، یک خط عمودی ترسیم میکنید. از این نقطه هم یه خط عمودی ترسیم میکنید و از نقطه دی هم وقتی کاملا منطبق هست شروع میکنیم خط عمود دیگر رو ترسیم میکنیم. با زاویه 30 درجه اینجا وقتی منطبق اینا رو نگاه کنید میاریم و ارتفاع برابر با 4 واحد رو در نظر گرفتیم، شروع میکنیم 1, 2, 3 و 4 واحد رو در نظر میگیریم. نگو کنید بچه ها این الان بر این خط منطبقه، اینو حرکت میدین، مواظب باشین خط افق شما تغییر نکنه،
از اینجا این رو حرکت میدید اینجا و هر جا این رو قطع کرد این رو برمیگردونید. ببینید اینجا الان این خط بر این خطه، اینجا به این صورت، و هر جا این زل رو قطع کرد این زل رو قطع کرد، دوباره دنیای خودتون رو برمیگردونید و این تصاویر رو ادامه میدید.